با گذشت 5 شب از دهه اول محرم و آمدن زائران از کشورهای مختلف به شهر مقدس کربلا، حالا هوای عجیبی از تنوع عزاداری و سوگواری برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در این شهر مقدس در جریان است. به همین منظور به گزارشی که همکارانم تهیه کردند توجه فرمایید. در کربلا بار دیگر صدای نوح بهش کای عاشقان امام حسین علیه السلام فضای شهر را پر کرده است. میلیون ها زائر از سراسر جهان با پای پیاده به این شهر مقدس آمدند تا در مراسم عاشورا شرکت کنند. این مراسم عظیم نه تنها یک آیین مذهبی بلکه نمادی از عشق و وفاداری به اهل بیت است. دریایی از سیاه‌پوشان بدل شده که با سینه زنی، زنجیر زنی و قرائت نوح و غم اندوه خود را به نمایش می‌گذارند. زائران از هر قوم ملتی دست در دست هم با نذری دادن و خدمت به دیگران ارادت خود را به سید الشهدا علیه السلام نشان می‌دهند. شب‌ها نور شمع‌ها و مشعل‌ها حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام را روشن می کند و صدای دعا و مناجات تا عمق دلهای حاضران نفوذ می کند. این گرد همایی عظیم بار دیگر یادآور ارزش‌های والای انسانی همچون عدالت، ایثار، حقیقت طلبی است که امام حسین علیه السلام و یارانش در راه آنها فدا شدند. زائران در طول مسیر به سوی کربلا از موکب‌های پذیرایی استفاده می‌کنند که با عشق و ارادت انواع خدمات را به آنها ارائه می‌دهند. اینها نمادی از همبستگی و همکاری بین مردم از اقصی نقاط جهان است. کربلا این روزها نه فقط یک مکان بلکه قلب تپنده جهان اسلام است که عشق و ایمان را به تمام نقاط جهان می‌فرستد. هر قدمی که زائران در این مسیر بردارند یادآور فداکاری امام حسین علیه السلام و یارانش در روز عاشوراست و پیام صلح عدالت را به جهانیان می‌رساند.